این روشنه، فکر میکنم توضیحی بخواد. ما یه بخشی داریم تحت عنوان اسلام، همین که شما شهادتا گفتیم مسلمانی. من گفتم اشهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بچه مسلمانم. بله، چیزی که از خاطر جمعیم که کسی که مسلمان بشه و حقیقتا خدا معیداتی برای اینها میفرستد به طوری که پشیمانی نداشته باشه. نمیخوام بگم یه چیزی تو جامعه مطرحه، مردم هم در بینشون هست، از خدا هم برای همدیگه ایمان میخوان، اما ایمان با اسلام یه کم فرق میکن. ایمان باوره که در عمل خودشو نشون میده. این فرق میکنه بابا. اون به یه گفتن مشکلش حل شد، یه دیگه گفتنی اینه نیست. کسی که باور داره با کسی که باور نداره در حرکات و سکنات مختلف خودشو نشون میده، قشنگ ظهور رو بروز داره. میخوره پیداست، میخوابه پیداست، میشینه پیداست، زن میگیره پیداست، نمیگیره پیداست، تون میشه پیداست، کون میشه پیداست، جوشی میشه پیداست، میخنده پیداست، الان پول داره پیداست، بی پوله پیداست. اللهم صل و آل اللهم نجی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الحاسدين المفسدين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. انتظار ظهورم همینه، گفتنی که نیست. نمیخوام بگم حالا گفتیم بعدها بگید، اما بدونید این نیست، بدونید این تای کار نیست، این شروع خوبی است، بسیار خوب. منتظر ریخت و قیافش پیداست، تو کارش پیداست، تو گفتنش پیداست، تو نوشتنش پیداست، تو خوردنش پیداست، خوابیدنش پیداست، درس دادنش، درس گفتنش، درس خوندنش، نخوندنش پیداست. من یادمه خیلی قشنگ یه وقتی همینجا قم آقایون طلاب اعتصاب کرده بودن و تو مدرسه تو مسجد اعظم، آقای اینا طلاب و اینا ناراحت بودن و اینا و دلشون خواست که آیت الله بهجت یه چیزی در این باب بگه. یک شما گفتش که میری درس به آقا بگو که اینا نشستن ناراحتن. برای من جالب بود وقتی من خدمت آقا گفتم شما بگید برای ظهور آقا دا. همه قشنگ به قول حالا یه استراتژیک فکر میکنه، هرچی میگه او، اگه او درست بشه این هم درست بشه، اگه نشه میگفتن خودشون میفهمدن که تو مسجد کوفه یکی حاجت خیلی جدی داشت، هیدش زار میزد و خدا رو میخوند و امام عصر رو شفیع کرده بود که آقا حلش کن. دید که یک کسی مثلا بالاتر ایستاده برای اون فلان دعا کن من بیام، مشکل تو که حل میشه، هیچ مشکل هم هم حل میشه، خیلی ها دیگه هم حل میشه. Thank you.
پیداست. کی میگه دو روز خوش باشیم؟ کی نمیگه؟ کی باور داره او برا؟ کی نداره او برا؟ کی باور داره آقا میاد؟ کی باور داره این روزگار یه تهی داره، یه صاحبی داره؟ بنای خدا بر اینه. گفت قاصد حسن نامی بوده در نجف المدرسین و در فشار اقتصادی واقع میشه. می خیلی خوب، من 40 روز یک عریضه می نویسم برای امام زمان، هم عریضه رو تکرار می کنم تا 40 روز و می دارم یا توی آب می اندازم یا اینکه یک بوشه اطلاق می دارم، بالاخره یه جایی می دارم اون رو. تا روز 40 روز 40 که شد، حالا من یادم نیست که امروز 40 دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد، آقای آسد حسن. گفتم که در خانه بسته است، در خانه جز من کسی نیست، قطعا این خیاله. یه قدر صبر کردم، گفت آقای آسد حسن پسر آسد حسین مثلا، اسم پدر منم برد. نمیدن دیگه، این خیال نیست، اسم پدر منم میدانه. متوجه شدم به اون طرف، کسی را ندیدم. به اون طرف صوت متوجه شدم، حالا بنا گذاشتم به اینکه نخه خیال نیست، واقعیت داره. نگاه کردم به اون طرف، نم کسی را نمیبینم. در عین اینکه هیچ کرا نمیدیدم، این صوت را شنیدم. شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ این را شنیدم، اما هیچ کرا نمیدیدم. اما همین که این صدا را شنیدم، شما خیال میکنید که ما با خبر از حال شما نیستیم. همین که این را شنیدن کهنو رفع حاجتم شد، هیچ کهنو احتیاج ندارم. به همین شنیدن این کلام معرفت کسی پیدا بکند، میفهمد مسئله ظهور امام و غیبت امام، ما نمیبینیم، او ما رو میبینه. ما کلامش را نمیشنویم، او کلام ما را میشنوه. ما معرفتمون ناقصه، ما عینه که ما یک تاهی دارد و الا اونا که ما را میبینن که بله. توپ تو زمین شخص من و شماست. تصور کنید اگر به حد نصاب رسیدن یاران آقا منتظر به یه نفر باشه، آقای تهرانی اینجا چه نقشی داره؟ اگه ای بیاد علت تام است دیگه، به قول شما که فلسفه میخونید تحقق پیدا میکنه. همین یه دونه. حالا اگه آقای تهرانی نیاد، این بازیه که در میاره داره، وقت ببین چی میشه. افتاد برا قرون آتیه آیند. چقدر آدم از خیرات کثیر باز میشه. و میدونید اگر بنده درست بشم و آقا بیاد، تمام خیرات و خوبی ها که زمان ایشون تحقق پیدا میکنم شریکم، به گونه ای در نام عمل منم میاد. چرا دریغ داری؟ جوون و یالی
حالا ویل کنیم ما پیرای بیحال نمیدونم چیو، خودم رو میگم کار به بقیه ندارم چون من بقیه رو نمیدونم کیم. از خودتون شروع کنید، جدی شروع کنید، همون اسلامی رو که گفتیم کاری بکنیم که آرام آرام ایمان بشه، بدل بشه به شخصیت مؤمن. حالا دیگه تموم.